ممنونم. امیدوارم که ایرانی ها از فرصت استفاده کنند. به هر حال حتی سازمان ملل، نهاد فرهنگی سازمان ملل که وظیفش و مأموریتش حفظ میراث‌های جهانی است، میراث‌های جهانی هنری، فرهنگی و تاریخی، و این به نظرم یک بخش خیلی عمده و مهمش در کل منطقه خاورمیانه است. برابر شخصیتی است که پرچم تجدد رو در خاورمیانه افراشته کرده، این نماد مهمی است. امیدوارم ایرانی ها، و اگرم امروز دست کسانی است که برای این پیکره پول طلب میکنن، من تصور میکنم ایرانی ها حاضرن بخرن به هر قیمتی که باشه، به هر قیمتی، 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون، همین الان. اما بریم بر سر کنفرانس لندن درباره گذار از جمهوری اسلامی. آقای دکتر تغی‌زاده بفرمایید. اما خواهش می‌کنم که رعایت بفرمایید بین 3 دقیقه تا 5 دقیقه، البته میتونید دیگه خودتون اگه تلخیص بفرمایید در محدوده 3 دقیقه خیلی عالی است، در غیر صورت تا 5 دقیقه وقت دارید بفرمایید. که ایرادی به این برنامه بعدها گرفته نشه توضیح کوتاه بدم. یک، در برنامه دیروز شما رضا شاه رو با فرعون مقایسه کردن که در پاریس از او چه استقبالی شده بود، در حالی که رضا شاه فرعون ایران نبود. رضا شاه همونطور که دکتر فرهان گفتن پدر ایران مدرن بود و باید این اعتبار رو برای او قائل شد، و پیکر رضا شاه ارزش مادی نداره که بشه اون رو با پول خرید، و هیچ ایرانی هم به این سمت و سو نگاه و نظر نخواهد داشت. پیکر رضا شاه یک میراث ملی بدون ارزشه. ولی در مورد که هفته قبل من داشتم و بعد شاید انعکاسی پیدا کرد، نیت من این بوده و هست که سامانه پادشاهی دوباره باید با تکیه به ریشه های تاریخی، ریشه های فرهنگی و نقشی که در زندگی 2500 ساله یک ملت بزرگ داشته دوباره زنده بشه، بار بگیره. باید کمک بشه تا جوانه های اون دوباره رشد بکنن. در سال 57 در نتیجه یک توطئه هماهنگ خارجی و داخلی، پادشاهی و مردم به دست مذهب یک شکست سیاسی رو تجربه کردند، و زیان این رو هم سامانه پادشاهی دید و هم مردم ایران که امروز به فلاکت نشستند و از دوران تجدد و از دوران رفاه، دو مرحله مختلف سازندگی دو پادشاه ایران جدا شدن و در بیتوتهی که امروز به اسم ایران از اون ساخته شده زندگی میکنن. نیت من زنده کردن سامانه پادشاهی با ارزش هایی که در تاریخ ایران داره هست. به علت فشار روشنفکری چپ ایران در طول 3 دهه آخر منتهی به انقلاب و موجهایی که از زمان انقلاب تبلیغاتی آغاز شده در طول 40 سال گذشته ادامه پیدا کرده، و کینه‌جویی سیاست روشنفکری چپ ایران، سامانه پادشاهی هنوز دچار نوعی عدم اطمینان به خوده، و این سامانه نیازمند پیدا کردن اطمینان به خوده و ایستادن. باید کسانی که این سامانه رو درک میکنن، لمس میکنن، با اون کسانی که در دیماه به خیابان ها رفتن و از رضا شاه پوزش خواستن، از محمد رضا شاه پوزش خواستن و روح رضا شاه رو شاد خواستن، کسانی که همین دیروز در شهر ری و امروز تظاهرات کردن و ادامه تظاهرات دیماه رو امکان پذیر کردن، پیوند بخوره و این سامانه بار دیگه در ایران اون چرا که ارزش طبیعی و اصلیش هست با خودش داشته باشه، و این رو به عنوان تداوم پادشاهی ما دوباره ناظر باشیم. این اتفاق در بریتانیا هم افتاده. حکومت سلطنتی در بریتانیا نزدیک به 900 خورده ای سال قدمت داره. در دوره کرامبل یک موقعیت خاص محدود پیدا شد و سلطنت تعطیل شد، ولی بعد از اون
دوباره نظام پادشاهی به بریتانیا برگشت و امروز جزو مفاخر دموکراسی در دنیا به حساب میاد. من در جریان صحبت به مواردی که هست اشاره بیشتر میکنم، ولی به عنوان پرسش چون آقای پرهام در کنفرانس شرکت کرده بودند و این کنفرانس ظاهراً به نمایندگی از سوی سامانه پادشاهی بوده، در من نگرانی های ایجاد کرد و این نگرانی ها رو بخشیشو من در جلسه هفته قبل مطرح کردم، ابهام های ایجاد کرد که از این ابهام ها یاد بردم و این ابهام ها بعد از نوشته ای که از ایشون برای نخستین بار من خوندم بیشتر شد، من جمله این که ابهام در مورد این که منظور ایشون اصلا از سلطان و پادشاه، تفاوت سلطان و پادشاه چیه، آیا ایشون ملکه الیزابت رو که همیشه میگن نظام سلطنتی در بریتانیا، دموکراسی سلطنتی، با پادشاه چی میبینن؟ محمد رضا پهلوی رو سلطان میبینن اینطور که از سلطان در نوشتهشون تعریف کردن یا پادشاه؟ و با این تعریف آیا کوروش پادشاه هست یا سلطان است؟ آیا رضا شاه سلطان است یا پادشاه است؟ و اون چی که میگید و من باز نمیفهمم، شاید کسانی باشن آگاه‌تر این موضوع رو تعریف بهتری بکنن که سلطنت دشمن پادشاهی هست، این رو هم باز من واقعا نمیفهمم. پادشاه در ایران یک قدمت تاریخی داره. هگل که بسیاری از روشنفکرهای چپ، چون آقای فرهان دوست دارن به منابع خارجی استناد کنن، اسم رو بردم، ایران رو پادشاهیش رو قدیمی ترین پادشاهی دنیا میخونه و این باعث واقعا افتخار ماست. ما در همون دوران هخامنشی حکومت صفوی رو داریم که به نوعی تقسیم قدرت بین پادشاه و قسمت‌ها و بخش‌هایی از شاهنشاهی ایرانه. ما در دوره محمد رضا پهلوی حکومت‌های قانون ایالتی و ولایتی و نمایندگی انجمن‌های شهر و روستا و انجمن‌های استان رو داریم که این هم باز تقسیم قدرت. اجازه آقای دکتر عزیز، اجازه آقای دکتر برام پاسخ بده. آقای دکتر برام ببخشید، من همین گفتم رو تموم بکنم. پاسخ من این است که این خط فصلی که آقای پرهام میکشن بین این که سلطان و پادشاه چی هست و الگویی که از پادشاه ایران، اگر ایشون طرفدار سامانه پادشاهی هستن، برای پادشاه ایران چیست؟ آقای دکتر برام بفرمایید. بله، البته خب این موضوع پاسخ کوتاه میدم، ولی این موضوع ربطی به کنفرانس لندن و انتقادهای آقای طغی‌زاده از کنفرانس لندن نداره. انتقادهای آقای طغی‌زاده از کنفرانس لندن مشخص بود. من امیدوار بودم که خود ایشون بار دیگه اون انتقادها رو، اگر هنوز اون انتقادهای هفته پیش رو قبول دارن و ازش برنگشتن، خودشون باز تکرار بکنن، ولی این انتقادها موجوده. در رابطه با موضوع این مناظره که همون کنفرانس لندن بود، باید بیشتر به نظر من صحبت بشه چون موضوع بحثه. در رابطه با مطلب اخیر من، عنوان درستش بود سلطنت آفت پادشاهی است و اینو خب در جای دیگه هم میتونم توضیح بدم چیز و پای این قضیه هم وایسادم و میگویم، باز هم تکرار میکنم، برای هم تکرار میکنم، سلطنت آفت پادشاهی است. سلطنت در فضای سیاسی ایران و در ادبیات سیاسی ایران یک معنا و بار خاصی داره، واژه‌ای است که چندان ایرانی هم نیست و ایشون در گفته های هفته پیششون بارها از سامانه سیاسی پادشاهی یاد کردن. این بار فقط میگویند سامانه پادشاهی. سلطنت همون سیاسی کردن نهاد پادشاهی بود. چرا اینجوری شد؟ در چه شرایط تاریخی اینجوری شد؟ آیا رضا شاه میتونست طور دیگری عمل بکند؟ آیا محمد رضا شاه میتونست طور دیگری عمل بکند؟ مسئولیت های هر کدوم و مسئولیت های نخبگان سیاسی ایران و جامعه روشنفکری ایران چه بود، این یک موضوع دیگری است. ولی من گفتم، بارها گفتم، پیش از دیما هم گفتم، بعدش گفتم، نوشتم،
موضع من در این رابطه کاملا مشخصه. من اگر دموکراسی میخوام، دموکراسی رو برای ایران میخوام، نه ایران رو برای دموکراسی. من اگر پادشاهی میخوام، ایران رو برای پادشاهی میخوام، پادشاهی رو برای ایران میخوام و نه ایران رو برای پادشاهی. من اگر من معتقدم و بارها هم گفتم، پیش از دی ماه گفتم و بعدش هم گفتم، در ذهنیت من و در باور من پادشاه مالک نهاد پادشاهی نیست، پادشاه پاسدار نهاد پادشاهی است. نهاد پادشاهی مالک کشور نیست، پاسدار کشوره. و اگر در این مقطع ویژه و حساسی که ما درش هستیم که پیکر رضا شاه بزرگ به جای اینکه در کنار دلاوران خرمشهر و دیگر دلاوران ارتش ایران باشه، در دست برادران قاچاقچی است، این رو همه ما باید روش فکر کنیم که ببینیم ژرفنای سقوط کشور رو دستمون بیاد. اگر وضعیت چنین است و در این مقطع مشخص، اگر من بارها گفتم و دفاع کردم که چرا نقش نهاد پادشاهی، نقش این نماد بسیار میتونه در مدیریت گذار مهم باشه، چون معتقدم که نظام جمهوری اسلامی در حال سقوطه، چرا و ضرورت مدیریت دوران گذار یک ضرورت حیاتی برای این کشوره. اگر این دوران و سقوط جمهوری اسلامی درست مدیریت نشه، کشور از بین میره و میتونه دچار آنارشی بشه، و اگر دچار آنارشی بشه یا از بین خواهد رفت یا از توی اون یه نوع فاشیسم دیگه در خواهد اومد. در چنین شرایطی نقش نهاد پادشاهی بسیار کلیدی است و بارها هم گفتم و نوشتم، برای من نقش این نهاد کاملا غیر سیاسی است و کاملا غیر سیاسی باید بمونه. سیاست عرصه است که درش پلیدی های زیادی میتونه وجود داشته باشه. سیاست عرصه است که حتی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اروپایی و حتی در آمریکا، سیاست عرصه است که درش همیشه بخش قابل توجهی از لومپنیزم وجود داشته، یعنی لومپنها هم میان وارد سیاست میشن. و یکی از نقص‌های فنی دموکراسی همین بوده که اصلا عرصه رو باز گذاشته برای لومپن‌ها که وارد سیاست بشن. و در نتیجه پادشاهی رو باید از سیاست کاملا مبرا و مسئول نگه داشت و تجربه پیش از 57 هم به ما می‌آموزد که پادشاه باید پادشاهی بکنه و نه حکومت. بدن از جی باید غیر سیاسی باشه. تشکر. و نکته دیگر این که دو برای کوتاه بپرم. نه بگید، خواهش میکنم بفرمید. آقای دکتر، خب این که الان من با من کسی که باید میخوام عمل پس بشم، ولی دارم میخوام توضیح بده. خب به هر حال هرچی باشه سلطنت از نظام سلطه میاد، یعنی استیلا از سلطه میاد، در حالی که ما الان پادشاه، کوروش پادشاه است، ناصرالدین شاه سلطانه. این تفاوت بین دو شخصیت، دو سوی تاریخ، دو ضلع تاریخ، اما با سیاست های رهبری کاملا متفاوت. بفرمایید، در خدمتتون. بله، اگر سوال دکتر... از من بود یا از آقای نه دکتر تقی‌زاده، من نظرم فقط گفتم. بفرمایید دکتر تقی‌زاده. من سه پرسش داشتم که لاقل خودم پرسش‌ها رو پاسخش رو یا نشنیدم یا درست درک نکردم، با اینکه سعی کردم گوش بدم. ولی برمیگردم گذشته از سه پرسش بی پاسخ مونده در مورد تعریف پادشاه محمد رضا پهلوی یا سلطان محمد رضا پهلوی، رضا شاه با همین قواره، کوروش و داریوش با همین قواره، و اینکه الگوی سلطان واقعا چه کسی است. تلاش آقای میبودی رو هم در این مورد نمیپسندم که سلطنت با سلطه میاد، برای اینکه گفتم الیزابت
در بریتانیا حکومت نمیکنه ولی خانواده سلطنتی معرفی میشن. آدم هایی مثل اکبر گنجی با خطاب کردن علی خامنه ای به عنوان سلطان یک فرهنگ غلط دستمالی شده رو به فرهنگ پادشاهی چسباندن و تکرار این الفاظ به جز ادامه این گمراهی نتیجه دیگری نمیده و اختلاط مفاهیم رو بیشتر از پیش میکنه که ما بگیم کی سلطانه کی پادشاهه و ما سلطان رو آفت پادشاهی میدونیم در دوره‌ای که سامانه پادشاهی تدریجا در حال بیرون کشیدن خودش از زیر آوارهاست. ولی هفته گذشته موضوع بحث من شرکت در کنفرانسی بود که هفته قبلش در لندن برگزار شده بود و من تصور داشتم، انتظار داشتم اگر واقعا سامانه پادشاهی در جمعی از کسانی که کمترین باوری به سامانه پادشاهی ندارن حضور پیدا میکنه، حضوری باشه در قواره های سامانه پادشاهی و انتظاراتی که مردم ایران از سامانه پادشاهی دارن. عنوان شده بود که برنامه‌ای که برای این گروه و فعالیت دو روزه اون در لندن در نظر گرفته شده عبور از حکومت جمهوری اسلامی است، ولی اونچه که خروجی دو روزه این کنفرانس بود در پایان روز دوم بیشتر شبیه بود به عبور از تظاهرات دیماه و خواسته های مردم در دیماه. از دید من سامانه پادشاهی و ارزش های اون به غلط به قمارخانه سیاسی برده شد که حتی شجاعت نمایش پرچم ایران رو هم نداشتن و بعد این استدلال شد که شیر خورشید پرچم ایران نماد ملی است و بردن نماد ملی به گروه های سیاسی غلط است. نماد ملی رو در عروسی های مردم هم مورد استفاده قرار میدن، در سفره عقد هم مورد استفاده قرار میدن. کاوه با همین نماد در مقابل ضحاک ایستاد و هیچ گروه سیاسی نمیتونه خودشو محروم بکنه از داشتن یک نماد ملی به این بهانه که کمونیستای چپ اون است که از حضور پرچم با شیر خورشید در جلسه خودشو ناراضی بشن. من واقعا آقای میبودی قصد شعار دادن ندارم، ولی نماد ایران، نماد پادشاهی ایران، نماد شیر خورشید ایران نمادهایی هستن که متعلق به ملتن و هر کس که درد ملیت داره، به ریشه های ملی و فرهنگ خودش باور داره، باید احترام به اون داشته باشه. این اعتراض از سوی جمعی مردم شده و همین نوشته هایی که از قول آقای پرهام و دیگران در روزنامه ها و نشریات منتشر شد و نظر منفی مردم، بیش از 80% نظر منفی مردم نسبت به این خواستگاه نشون داد که واقعا برنامه دو روزه لندن عبور از خواسته های مردم در تظاهرات دیماه بوده، نه از عبور از جمهوری اسلامی. و بعد حاصل و خروجی نهایی جمهوری اسلامی دو روزه برای عبور از جمهوری اسلامی این بود که به صورت خیلی سازمان داده شده و فکر شده به اصطلاح سخنگوی جلسه به خودش اعلام کرد نظر ما و هدف ما و راه ما با کسانی که 15 نفری که رفراندوم رو امضا کردن، من جمله آقای محسن چریک که میگو اگر شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگرده من دوباره محسن چریک خواهم شد، هدف و راهمون با اونها یکی است. بعد یک کمیته درست شد که یکی از اینها تجزیه طلبی است که با وجود اینکه شخص محترمی است، آرامی است، ولی یک حزب سیاسی تجزیه طلب رو رهبری میکنه. دیگری کسی است که سابقه فعالیت در سازمان فدایان خلق رو داره و فدایان اکثریت با حزب توده همراه بوده و این دو نفر به اضافه یک نفر دیگه از این جمع جمهوری خواهان باید مردم ایران رو به عنوان فرهیختگان سیاسی هدایت بکنن به دوران بعد از جمهوری اسلامی. این خنده داره، ولی وقتی که یک نفر به عنوان اعتراض پیشنهاد کرد که اسم آقای پرهام رو هم پلین لیست بگذارن، اون آقا یه خود منومن کرد، بعد گفت نه ما کتاب آقای پرهام اینجا میفروشیم و بعد دوباره گفت خب اسم آقای پرهام رو هم اونجا میگذاریم. حالا من نمیدونم واقعا این آویختن به جمعی از چپگرایان به اصطلاح فکرنما واقعا میتونه نسخه‌ای برای عبور از آن فساد 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی باشه یا زار از تظاهرات دیما. همین از بازار آگهی عبور میکنیم، بعد نظر دکتر رامین پرهام رو هم جویا خواهیم شد. اون چی که من اشاره کردم اینه که به هر حال داشت دقیق زده، من واژه فارسی رو ترجیح میدم، سلطنت واژه فارسی نیست، پادشاهی واژه فارسی است.
و بیشتر برای من مفهوم به این علت گفتم. برجمندم دوشه اسم نوزری عزیز تماس گرفتن، گفتن در برنامه دیروز من هرگز فرعون رو با رضا شاه مقایسه نکردم، فقط شرح دادم که وقتی رامسس دوم به پاریس آمد دولت فرانسه درباره او چه کرد و انور سادات تصمیم مهمی گرفت و فرعون رو برای ترمیم به برحال هیچ مقایسه ای صورت نگرفت. ببینیم نظر آقای دکتر برهام عزیز چیه. دکتر برهام، سخنان آقای دکتر تقی‌زاده رو شنیدید، ما سراپا گوشیم. بله، ببینید در صحبت های ایشون اینقدر نکات نادرست و غلط هست که من نمیدونم کجا شروع کنم. ببینید آقای تقی‌زاده، سلطنت واژه انگلیسی نیست که شما میگید به ملکه الیزابت میگن نظام سلطنتی یا سامان سلطنتی. سلطنت عربی است، اونجا میگن رویال فامیلی. آقای تقی‌زاده به شما 19 دقیقه صحبت کرد، خواهش کنم. میگویید که پرچم شیر و خورشید اونجا نبود، نماد ملی ما سر سفره نمیدونم عقد و عروسی میذارن. نماد ملی اسمش روشه، چیز عمومی است، یعنی متعلق به رس پابلیک است، چیز عمومی است، رس پریواتا نیست، چیز خصوصی نیست. حزب سیاسی حق نداره نماد ملی رو بذاره تو آرمش. در فرانسه این کار قدغنه، ممنوعه. در هر کشور اروپایی که برید نماد ملی رو یک حزب نمیتونه بذاره تو آرمش. میگویید که من پاسخ به چیز پرسش‌های شما ندادم. پرسش‌های شما اولا یه مقدار نامفهومه، ثانیا من به شما گفتم و اینجا تکرار کردم و باز هم میگویم سلطنت آفت پادشاهی است، پادشاهی سیاسی نیست. پادشاهی رو سیاسی کردن و بر پادشاهی آن آمد که میبینیم الان. اگر پیکر رضا شاه در دست برادران قاچاقچی است، این فقط مقصر در این امر روشنفکران مارکسیست و مارکسیست های 12 امامی و روشنفکران ملی مذهبی نیستند، کسان دیگری هم مقصرند. همیشه اون کسانی رو که تمام قدرت رو دارند بیشترین مقدار از مسئولیت رو هم دارند. اگر شما میخواید بدونید که چه کسی نظام پادشاهی ایران رو در سیاسی تر کردنش و سوق دادنش و هل دادنش به طرف پرتگاه مشوقش بود، رجوع کنید به حزب رستاخیز. ببینید چه کسانی اونجا بودند و چه گفتند و چه جوری اون نظام رو بردن به طرف پرتگاه. مسئله اصلی ما در اینجا کنفرانس لندن و چرایی کنفرانس لندن، یعنی چرا یک عده اونجا جمع شدن. در میان صحبتاتون فکر کنم ایرادی هم گرفتید که نماینده اونجا نبودن یا همه چپ بودن یا همه نمیدونم چی بودن. خیر، چون این نیست. دکتر شهریار آهی سالها معلم و مربی شاهزاده رضا پهلوی بوده است. دکتر شهریار آهی کسی نیست که با این سادگی از کنار نامش بگذاریم و اون رو بگذاریم هم ردیف نمیدونم چریک 60 ساله یا نمیدونم اینها. صحبت کردن از شخصی و شخصیتی همچون دکتر شهریار آهی باید همراه با متانت زیاد و همراه با احترام زیاد، احترامی که ویژه افرادی است در رده و در جایگاه و در مقام دکتر شهریار آهی. همچنین جواد خادم وزیر محمد رضا شاه بود و جواد خادم مرد طوفانه. جواد خادم کسی است که در بحرانی ترین شرایط، در شرایطی که جان هر کدوم از آنها در خطر بود، وزارت رو قبول کرد. کار ساده نبود. جواد خادم کسی است که بنافاصله به آخرین نخست وزیر محمد رضا شاه پیوست در پاریس و مقاومت ملی ایران رو سازماندهی داد و هماهنگ کننده جنبش نقاب بود برای نجات ایران که به نوژه معروف شده. عبدالله مهتدی، البته اسم ایشون رو نبردید، گفتید که یک تجزیه طلب. مشخص‌تر صحبت بکنید تجزیه طلب کیست و برای چی میگویید که عبدالله مهتدی؟ اگر منظورتون عبدالله مهتدی بسیار گرامی من باشد،
از مشخص بکنید که چه چیز و چه گفته عبدالله مهتدی تجزیه طلبی بوده و کی عبدالله مهتدی تجزیه ایران رو خواسته. الان جواب می‌خواد. چرایی کنفرانس لندن مهمه. ببینید کنفرانس لندن نظام داره سقوط میکنه. شما در هفته پیش گفتید که به محتوای پیام شاهزاده رضا پهلوی نقد جدی دارید. از فانتزی آنارشی صحبت کردید، از کاسبان سیاسی صحبت کردید که دلالی ترس میکنند. نظام جمهوری اسلامی در حال سقوط است. سقوط یک نظام سیاسی در هر کجای دنیا میتونه با خلأ قدرت و خلأ اتوریته سیاسی همراه باشه اگر پیش از اون فکر نشده باشه، یعنی مدیریت گذار تدوین نشده باشه، روش فکر نشده باشه. سقوط یک نظام سیاسی با خلأ اتوریته مواجه خواهد شد. خلأ اتوریته یعنی آنارشی، آنارشی یعنی هرج و مرج، هرج و مرج یعنی تباهی بیشتر ایران. و چون ایران هم اکنون تباه است، منابع آبیش نابود شده، منابع خاکیش نابود شده، منابع انسانیش نابود شده، همه چیزش نابود شده. بزرگترین اصلاحگر قرن بیستمش پیکرش در دست کسانی است که رئیس جمهورش به اونها گفته برادران قاچاقچی. ایران در چنین وضعیتی است. شما گفتید که با دوگانه بقا انقراض موافق نیستید، باید توضیح بدید چرا موافق نیستید. تشکر. مملکت از بین خواهد رفت، شما باید توضیح بدید که چگونه میخواهید نجات بدید. من هیچ ترسی واهمه ای از این ندارم که به شما بگویم آقای دکتر تقی‌زاده محترم، اکوسیستم سیاسی مدرن و پایدار که یکی از نکات کلیدی سخنان شاهزاده رضا پهلوی بود، اکوسیستم سیاسی مدرن و پایدار رو نمیشه با جاوید چاه ساخت. شما به چیزی بیش از جاوید چاه نیاز دارید. اون چیزی که بیش از جاوید چاه هست و سیستم سیاسی باهاش میسازن، اکوسیستم سیاسی بهش میسازن، بهش میگن پولیتیکال الیت، یعنی نخبگان سیاسی. این نخبگان سیاسی به قول خودتون در هفته پیش رنگین کمانی هن. همه هم نظر نیستن، یک دست نیست، یک کاسه نیست، نظرات مختلفی هست. اینها رو باید با مهارت سیاسی و داد و ستد سیاسی به قول شهریار آهی نشون، با مهارت‌های پارلمانی نشون و به یک توافق رسید. تشکر. آقای دکتر وقتتون تمام. به قول شاهزاده رضا پهلوی درد مشترک ماست. تشکر. شما باید بگید با کدوم نکات سخنان شاهزاده رضا پهلوی در اون بیاناتی که اونجا خونده شد با کدومش موافق نیستید؟ چون گفتید موافق نیستید، بگید نکته به نکته با کدومش موافق نیستید. آقای دکتر تقی‌زاده بفرمایید. من فکر میکنم که اگر شهریار در این بحث حاضر بود و میشنید از زبان آقای پرهام که او مربی و معلم شاهزاده رضا پهلوی بوده، شهریار احساس خجالت میکرد. من نمیدونم شهریار شما چند سال میشناسید؟ دکتر شهریار آهی. دکتر شهریار آهی. من این رو به خودم حق میدم. من نمیدونم شما دکترا در چی گرفتید، گیاهشناسید یا جانورشناسید یا هر چیز دیگری. دکترای من موضوع برنامه نیست آقای تقی‌زاده. دکترای من موضوع برنامه نیست. و شهریار برای من محترمتر از این است که وکیل مدافعی مثل شما رو در کنار او برای مدرک تحصیلیش بپذیرم. ولی این رو تأکید میکنم اگر شهریار اینجا حاضر بود، خجالت میکشید که او رو برای یک سال مشاوره ای از راه دور به عنوان مربی و معلم شاهزاده رضا پهلوی معرفی بکنید. و باز تکرار میکنم نمیدونم چند سال شما شهریار آهی رو از نزدیک میشناسید یا اصلا چند سال است که به میدان سیاست پا گذاشتید، ولی من در این گفتگو اسمی از شهریار آهی نبردم، اسمی از جواد خادم نبردم. اینها رو برای اینکه شما به حرف خودتون اعتبار کاذب بدید مطرح کردید و برای اینکه پشت اونها قایم بشید اونها رو مطرح کردید. مراد من جمهوری خواهان، اصلاح طلبان، روشنفکران چپ، کسانی که همسو با رفراندوم 15 امضایی هستند، کسانی که هنوز به اصطلاح جنبش سبز رو زنده میبینن، هنوز کسانی هستند که جمهوری اسلامی رو با نام دیگری میخوان نجات بدن، دور هم جمع شدن و از یک فرصت دروغین استفاده میکنن برای عبور کردن از تظاهرات دیماه و خواسته های مردم و عنوان میکنن که ما
به دنبال مدیریت دوران گذار هستیم. این یک چنین چیزی در کنفرانس لندن نبود. شما در رابطه با کنفرانس با کدوم کنفرانس صحبت میکنید؟ کنفرانس لندن، شما در کنفرانس لندن اصلاح طلب نداشتید. تاکید باشید مطالب من رو بشنوید. آقای تقی‌زاده، شما در کنفرانس لندن اصلاح طلب نداشتید. شما درباره کدوم کنفرانس صحبت میکنید؟ متاسفانه من تو مو میبینی و من پیچش مو. شما کسانی رو که با دستبند سبز و با ایدئولوژی سبز و زیر نقاب 15 امضای میان یا نمیشناسید یا نمیخواید بشناسید. شما سامانه پادشاهی رو به جایی بردید و چوب حراج پاش زدید که هیچ حمایت و پشتیبانی از نهاد پادشاهی در اون دیده نمیشد و وجود نداشت. و این اجتماع، من از ابتدا این رو صادقانه میگم، با حضور هر نوع حضور شاهزاده در این اجتماع مخالف بودم، برای اینکه میدیدم و میدونستم که این اجتماع به دنبال وام گرفتن اعتبار از کسانی است که روز در طول دیماه به خیابان ها رفتن و خواسته های خودشون رو مطرح کردن. اونها میخواستن از شاهزاده رضا پهلوی اعتبار بگیرن، نه به سامانه پادشاهی اعتبار بدن. و متاسفانه شما با کردن در دست اینها به حالا دفاع از این جماعت، همین بازی رو با هزینه های بیشتری روش تاکید میکنید. اینها رو آقای فریدون احمدی که سخنگوی جمعیت هست و اظهار میکنه در مصاحبه‌ای که دو روز قبل از برگزاری جلسه تشکیل شده که هدف ما همسو با رفراندومی های 15 امضایی است. به لیست 15 امضایی ها نگاه بکنید ببینید چند نفر از اینها با تغییر چهره بازماندگان جنبش اصلاحاتن. نگاه بکنید یکی از هر سه محسنی که در این جماعت وجود دارن آیا از اصلاح طلبان سابق و لاحق نیستن که حالا تغییر صورت و تاکتیک دادن و اینها واریخته های انقلاب اسلامی نیستن؟ و آیا اینها کسانی در بینشون نیست که بعد از تغییر وضعیت مردم خواستار تشکیل دادگاه قانونی برای محاکمه اونها بشن و اونها رو شما باور دارید که معماران دوران عبور از جمهوری اسلامی خواهند شد؟ یعنی این چاقوها دسته خودشون رو میخوان ببرن؟ یعنی با این ساده نگری شما به جمعیتی رفتید که تنها میخواد به قطار دیماه مردم سوار بشه و از اونها امتیاز و کولی بگیره؟ واقعا یا شما این مسائل و این مردم و این گروه ها رو نمیشناسید یا خودتون رو به ناشنایی میزنید؟ آقای تقی‌زاده، شما میگویید منظورتون جواد خادم نیست، منظورتون شهریار آهی نیست، منظورتون عبدالله مهتدی نیست، پس منظورتون کیه؟ اون کمیته اولا جواد خادم من نمیدونم شما جواد خادم رو کی دیدید. من نخستین بار جواد شما خادم... به دیپلم من و اینکه من شهریار آهی رو کی میشناسم و جواد خادم رو کی میشناسم چیکار دارید؟ با شما منظورتون کیست؟ در این کنفرانس کی اصلاح طلب بود؟ کی؟ من از شما میپرسم کسانی که شما از اونا دفاع میکنید آیا موکلین خودتون رو خوب میشناسید یا خیر؟ آقای ببینید شما به محتوای سخنان شاهزاده هفته پیش گفتید موافق نیستید. محتوای سخنان شاهزاده رو میشناسید؟ میدونید چی گفتن ایشون در اون سخنان؟ من مطالب 6 دقیقه‌ای شما رو گوش کردم و قصد مؤکد شما این بود که بگید این نوشته رو شما نوشتید، من پیگیر این موضوع بودم. به من آقای تقی‌زاده، آقای تقی‌زاده، محتوای سخنان شاهزاده رضا پهلوی که رسما هم از سوی رسانه‌های ایشون منتشر شده گفتید مخالفید. شما میدونید ایشون چی گفتن در اون متن، در اون سخنان، و بگید با کدوماش مخالفید؟ با بسیاری از نکاتش. همین که یکی از این نکات دو تا شو بگید که در اون نکته بود که بهانه شد برای حضور امروز شما در این جلسه، این بود که تاریخ از خلع بیزاره. یا بله، در... تاریخ از خلع بیزار است. این رو به چهار آدم عاقل شما بگید ببین اصلا معنی این حرف شما رو. اولین آدم عاقلی که اینو گفت، اولین آدم عاقلی که اینو گفت در تاریخ ارسطو بود. ارسطو گفتش که بله آقای تقی‌زاده، ارسطو گفتش که چیز طبیعت از خلأ بیزار است. در بحث
فیزیک فصل 6 ارسطو در زیر قلم تاریخ نگاران طبیعت از خلأ بیزار است فصل 6 کتاب فیزیک ارسطو شد تاریخ از خلأ بیزار است ترجمان تاریخیشه، یعنی اگر جای خلأ به وجود بیاد یا ارتش روسیه میره یا ارتش آمریکا میره، یا برای اینکه هرج و مرج میشه، برای اینکه اون خلأ تبدیل میشه به یک جغرافیای هرج و مرج و این جغرافیای هرج و مرج واریز میشه به جغرافیاهای همجوار، یعنی مثلا 3 میلیون نفر مهاجر میان به طرف مرزهای آلمان. میدونید خلأ یعنی این و بیزاری از خلأ یعنی این. وقتی که اتوریته سیاسی وجود نداشته باشه خلأ قدرت به وجود میاد. خلأ قدرت یک اصطلاح رایج در ادبیات سیاسی است و تاریخ به عنوان فرهم شما درس سیاست لطفاً میتونید به آقای خادم شهریار آهی بدید ولی به من نه، من دکترای روابط بین‌الملل دارم در حالی که شما گیاهشناس هستید. آقای من اگر... مدرک تحصیلی شما کار ندارم آقای جیز. قدرت سیاسی وقتی سقوط میکنه پشت سرش خطر خلأ قدرت وجود داره. آقای فرهام شما بیشتر از جیره و حق و وقت و وقت تعیین شدهتون صحبت کردید ولی تحمل شنیدن صحبت‌های من رو ندارید. شما اگر که گیاهشناس یا فیزیکشناس یا حیوانشناس هستید باید خوب بدونید که خلأ رو در مقابل جاذبه قرار میدن، عمر خلأ به اندازه عمر ارسطو و افلاطون نمیرسه و شما مغلطه میکنید با نسبت دادن خلأ، خلأی که عمرش به اندازه 1/2300 عمر فلسفه افلاطون هم نیست، با مغلطه میگید خلأ سیاسی. خلأ سیاسی بله وجود داره ولی خلأ سیاسی به مفهومی که افلاطون به اون اشاره میکنه نیست و این خلأ سیاسی در چه شرایطی در ایران شکل گرفته که باید دوباره در جمهوری اسلامی تکرار بشه و آیا شما هستین میخواید این خلأ رو پر بکنید یا فریدون احمدیه؟ واقعا ایران احتیاج به نخبگانی مثل شما دارن، کسانی که تصمیم میگیرن در خیابانهای تهران با پیشرفته ترین شیوه های فکری برن در نماز جمعه پشت سر نمازگزار قرار بگیرن و بعد شعار مخالف حکومت بدن. نیاز به شما دارن به اونها دیرکتیو بدید، برای اونها خلأ سیاسی تعیین بکنید یا جای اونها رو پر بکنید. نه، شما خلأی که ایجاد میکنید در اطراف نهاد پادشاهیه و دوست نمایانی مثل شما هستن که از دشمن بدترن. شما میگید ما مدرنیتر از بالا به مردم تحمیل بکنیم برای اینکه میخوام قانون داروینی رو تعقیب بکنیم، در حالی که اتوریتری که معنی اون رو هم نمیفهمید و میگید خلأ اتوریته با وجود من اگر پر بشه که خودم رو روشن فکر میدونم صلاحه، ولی اگر با یک مرد مقتدر و با اراده محکم با نام پادشاه پر بشه اسمشو باید به سبک اکبر گنجی سلطانی گذاشت. این باعث شرمه. آقای من به جای اون کسی که شما بهش اشاره میکنید، آقای نمیدونم آرتور رامبو یا هر کی ازش 17 ساله‌ای که شعرشو خوندید و مدرنیتر به قول اون نسبت دادید و خودتون رو پیرو اون معرفی کردید، من به دنبال شاهنامه میرم. کسی کو هوای فریدون کند سر از بند ضحاک بیرون کند. من دنبال آقای رامبو شما نیستم، من سامانه پادشاهی رو به ارادت به فردوسی دنبال میکنم. نهاد آقای تغیزده نمی کنم، ولی برای من به عنوان یک ایرانی باعث خجالت خواهد بود که کسی مثل شما خودش مدافع سامانه پادشاهی معرفی بکنه ولی در جمع چپی هایی که عامل پایین کشیدن پادشاهی و توطئه ای بودن که به اصطلاح انقلاب رو به نتیجه رسوند، میخواهید در جمع اونها کمک بکنید برای احیای پادشاهی. آقای دکتر فرهم 3 دقیقه بعد وارد بازار آگهی ها بشیم، بفرمایید. ببینید آقای تقی‌زاده، صحبت های شما به قدری ضد و نقیزه و به قدری سطحی است که واقعا جای درد و تأمل داره که چجوری باید این کشور رو نجات داد. ببینید آقای تازه خیابان حکومت نمیکنه، خیابان صندوق رأی نیست. همه مردم
در دیما 80 اندی شهر ایران میانگین آماری 1000 نفر در هر شهر بودند که دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی میداند که اگر این میانگین دو برابر بشه، یعنی 80 اندی شهر بشه 160-170 شهر و میانگین تظاهر کنندگان از 1000 نفر بشه 2000 نفر، دستگاه سرکوبشون اشباع شده است و دیگه نمیتونن کنترل بکنن. ولی در دیما شعار رضا شاه روحت شاد و ولیعهد برگرد و اینها که پیش از اون 2 سال پیش از اون از جنبش پاسارگاد شروع شده بود، اهمیت نمادین و اهمیت منادار بسیار زیادی داره، ولی همه نگفتند رضا شاه. دیگرانی هم هستند در ایران، در جامعه کلان شهری ایران، در طبقه متوسط ایران، در میان درس خوانده ها، دانشگاه رفته ها، دستن در کاران سینما، تئاتر، نویسندگان، روزنامه نگاران جوان، همشون اهل جاوید شاه نیستند، همشون دنبال پادشاهی نیستند، همشون مثل شما سلطنت طلب نیستند. درصدی رو که انتخابات آزاد تعیین خواهند کرد، صندوق رأی تعیین خواهند کرد، نه کف خیابون، انتخابات آزاد درصد اینها رو مشخص خواهد کرد. شاید اکثریت مردم و اکثریت قشر متوسط کلان شهری ایران پادشاهی بخوان، شاید نخوان، نمیدونم، ولی اون صندوق رأی مشخص خواهد کرد، نه کف خیابون. با نخبگان باید مدیریت گذار رو شکل داد. شما نمیتونید برگردید به یک نظام سلطنتی شاه و ملت، انقلاب شاه و ملت، نقب بزنید مستقیم از سلطنت به کف خیابون و بگید من اینجوری میخوام ایران قرن 21 رو اداره بکنم، ایران پسا اسلامی رو از بحرانهای کلان آبی، زیست محیطی، اتنیکی، فروپاشی اخلاقی و اقتصادی و سیستم بانکی و و و با این سامانه در بیارم. سامانه سلطنت ملت، انقلاب شاه ملت، ذهنیت شما همون ذهنیت سلطنتی حزب رستاخیزی باقی مونده. با این دیگه نمیشه ایران رو نجات داد. و از من یک چیزی رو بشنوید، میدونم دیپلم من و و و همین چیزا رو ایراد میگیرید، ولی به قول بوش پدر آقای طاقزاده، read my lips، سلطنت دیگه به ایران بر نخواهد گشت، حزب رستاخیز دیگه به ایران بر نخواهد گشت و من نمیذارم که برگرده، من به نوبه خودم نمیذارم که برگرده. من هر چی که میخوام برای ایران میخوام. واقعا شما با محسن چلیک فرقی ندارید. اجازه بدید. آقای طاقزاده برمیگردید. برمیگردید برام. بینندگان تفاوت من و محسن چلیک رو ببینید. برمیگردید. شما بحثی در گرفته بود درباره کنفرانس لندن، گذار از جمهوری اسلامی، و دوستان دو نقطه نظر داشتن که دارن مطرح میکنن. البته من دلم نمیخواست واقعا به اینجاها برسه، خیلی جای افسوس داره. برای من نمیدونم معنای اتحاد و ائتلاف چیه، چون چیزی هم که شاهزاده روش تاکید میکنن همینه، اتحاد من با منه یا من با ماست. برای باید از یک جایی شروع بکنیم، باید از یک جایی شروع بکنیم. اگه قراره که یک جامعه داشته باشیم که همگی زیر چترش از فرهنگ دموکراسی برخوردار باشن، میتونن با هم زندگی بکنن. آقای دکتر تقی‌زاده، واقعا چطور میشه به ائتلاف رسید اگر قرار بشه که ما کماکان در رو ببندیم؟ آقای میبینیم مسئله خیلی خیلی ساده است. اولین درس رسیدن به ائتلاف داشتن صداقت طرفهایی است که با هم وارد گفتگو میشن. من واقعا تصور ندارم، انتظار هم ندارم که ملت ایران الگوی فردا رو یک صدا، الگوی پادشاهی بخوان، ولی باور دارم که الگوی پادشاهی مظلوم واقع شده. الگوی پادشاهی به تمدن دنیا هدایای بزرگی داده. من به حکومت ساترابی اشاره کردم، اشاره به پستخانه و ارتباطات میکنم، اشاره به سند حقوق بشر کوروش میکنم. پادشاهی به ایران در دوران پهلوی دوران مدرنیته رو هدیه کرده، تکامل مشروطه و جنبش مشروطه رو هدیه کرده.
محمد رضا پهلوی دوران رفاه رو به ایران داده، ورود به جامعه جهانی رو داده، اعتبار به گذرنامه ایرانی رو داده. این اعتبارات رو نمیشه آسون خرج کرد، نمیشه ندیده گرفت و نمیشه با زدن مهر سلطنت به سبک افکار اکبر گنجی اون رو ترد کرد. درسته با یک توطئه هماهنگ خارجی و داخلی سلطنت دچار یک دوره توقف شده، دچار یک شکست شده که این شکست متوجه مردم و پادشاهی هر دوست، ولی طرفداران سامانه پادشاهی باید از مواضع پادشاهی با ارزش‌های اون دفاع بکنن. ایران امروز نیازمند یک اراده قدرتمنده، نه نیازمند نمادی که حتی برای پیشبرد یک گام قبل از گام بعدی دچار تردیده و با مجموعه‌ای از تضادها در محاصره. آقای پرهام میگه که در نوشته‌ای که همین که اشاره کردم دفعه قبل، پارادوکس ایرانی یعنی مردم ایران این است که مردمشون امروزی هستند ولی نخبگانشون دیروزی. همین نخبگانی که چند لحظه قبل اشاره میکردن ایشون کسانی هستند که کار میدانی و غیره کردن. ولی من میگم آقای پرهام، پارادوکس خود شما نداشتن صداقت با ماهیت خود شماست. اول به سوال من وقتی پاسخ نمیدید که شما پادشاه ایران رو محمد رضا پهلوی رو سلطان میبینی یا پادشاه، از پاسخ من تفره میرید. ولی خود شما بگو، شما خودت رو طرفدار سامانه پادشاهی میدونی و میبینی یا طرفدار روشنفکری سسودی که به دنبال جمهوری خواهی است ولی با نداشتن صداقت نقاب پادشاهی به صورت زده؟ من ممکن است که نهاد پادشاهی رو در اقلیت ببینم، ممکنه در یک رفراندوم هم شکست بخوره، ولی این ریشه ها اونقدر قدرتمندن که در سالهای بعد حتی یک نسل بعد ممکنه دوباره برپا بخیزن و دوباره سامانه پادشاهی رو با افتخارات تاریخ 2500 ساله ایران تکرار بکنن. برای ما پادشاهی یک افتخار تاریخی است، چنان که پادشاهی دموکراسی بریتانیا برای بریتانیا یک افتخار تاریخی است. ولی جمهوری خواهی و گرایش چپ به ایران جز تخریب تا به حال هدیه دیگری نداشته. تشکر میکنم. خواهش کنم که صداقت هم دیگه در برابر علامت سوال قرار ندید. دیگه خارج از بحث واقعا. و بعد هم تشخیص صداقت گروه ها از چه طریق ما هستن؟ یعنی وسیله‌ای وجود داره، معیاری وجود داره که ما میتونیم افراد صادق رو از افراد ناصادق تشخیص بدیم، میگه با این گروه میشه ائتلاف کرد، با این گروه نمیشه ائتلاف کرد. آقای دکتر برام 3 دقیقه وقت دارید، برنامه تمام میشه. اگر لازمه که میتونیم ادامه بدیم در هفته‌های آینده، هر دو آقایون موافق باشن، بفرمایید آقای پیلو. نه، اول من به این پرسش دوم شما پاسخ بدم. آقای مهدی، من همین یه برنامه رو حاضر بودم، وقت داشتم برای مناظره با آقای تغیزاده و وقت دیگری برای گفتگو با ایشون من نخواهم داشت. نکته دیگری که چیز گفتید، ببینید من به پرسش شما آقای تغیزاده نه تنها پاسخ دادم که به شفافترین شکل و صادقانه ترین شکل، حالا ارزیابی شما از صداقت من جای خود، و به هم پاسخ دادم هم نوشتم و بار دیگه هم تکرار میکنم، سلطنت آفت پادشاهی است. سلطنت واژه‌ای است که ایرانی نیست، تهش مذهبی است و بخش عمده ای از شکست ننگین 57 هم روی دوش سلطنته. مسئله که امروز ما دچارش هستیم این است که برخلاف گفته های هفته پیشتون، کشور ما با دوگانه بقا و انقراض روبروست. موضوعی که باش روبرو هستیم این است که سقوط جمهوری اسلامی حتمی است و سقوط این نظام مثل هر نظام دیگری یک خلأ اتوریته به وجود خواهد آورد. برداشت شما از فهم من از واژه اتوریته، گفتید چون اتوریته رو نمیفهمی، حالا اون به جای خودش. سقوط یک نظام سیاسی خلأ اتوریته به وجود میاره. خلأ اتوریته رو 100 جور مختلف نمیشه پر کرد، یا با نخبگان سیاسی پر میکنیم که این نخبگان سیاسی همه یه جور فکر نمیکنن، یه عده‌شون لیبرالن، یه عده‌شون سوسیال دموکراتن، یه عده‌شون
چپ بودن سوسیال دموکرات شدن، یه عده‌شون جمهوری خواهن، یه عده‌شون نیستن. این نخبگان رو باید با مهارت پارلمانی گرد هم آورد و این خلل رو پر کرد. اگر نخبگان این کار رو نکنند، همونطور که شاهزاده رضا پهلوی به درستی در سخنانشون گفتند، این خلل اتوریته رو کسی نیروی دیگری پر خواهد کرد که این نیرو برخواسته از قشر متوسط و فرهیخته کلان شهری و الیت سیاسی مملکت نخواهد بود. این نیرو نیروی خواهد بود که خلل رو با فاشیسم پر خواهد کرد. زمینه های این فاشیسم هم در ایران هنوز الان هست. میدونید زمینه های فاشیسم نژادی هست، زمینه های فاشیسم نظامی هست و زمینه های دیگر. فقر هم هست، تهدیدهای امنیتی در مرزها هم هست، زمینه برای فاشیسم خیلی بالاست. ببینید آقای طارق‌زاده، یک بار روشنفکران ایرانی در 57 یک اشتباه هولناک کردند و از لومپن چه در سینما مثل کارهای سعید مسعود کیمیایی مثلا، روشنفکران در مقطع 57 و اصولا در اون نسل روشنفکری جلال آل احمدی از لومپن قهرمان ساختند، پهلوان ساختند و لومپنها رو به قدرت رسوندند. در سال 57 مسئولیت عمده رو دوششون بود. امروز اگر کسانی که خودشون روشن فکر میدونن بخوان کف خیابون رو بذارن در قدرت و تفاوت بین کف خیابون و صندوق رأی رو نمیفهمن، به وضوح نمیفهمن این تفاوت رو، و بخوان دوباره لومپنها رو به قدرت برسونند، لومپنهایی که یادآوری میکنم الان هم اسلحه دارند و هم پول و هم خیلی خوب میتونن رو فیسبوک صفحات آریایی بسازن، بار دیگه این بار دیگه ایران سر بلند نخواهد کرد، ایران نابود خواهد شد. چه شما قبول داشته باشید چه نداشته باشید، تشکر بیش گفتید قبول ندارید، دوگانه ما بقا یا انقراض. تشکر میکنم، ایران نابود خواهد شد. خداحافظ. آقای دکتر طارق‌زاده تشکر میکنم از حضور شما. آقای دکتر پرهام سپاسگزارم، امیدوارم چیزی دستگیرتون شده باشه هموطنان از این مناظره و روی نظرات هر دو رو شنید. من هر دو رو گرامی می‌دارم، در صداقت هیچ کدام شک ندارم، هر دو از روشنفکران تراز اول ما هستن و بعضی وقتا افسوس می‌کنم که چطور اینقدر ما دنبال سوء تفاهم می‌گردیم به جای تفاهم و اغلب مقهور سوء تفاهم میشه. تشکر از آقای امیر شهرتی که برنامه رو هدایت کرد. درود بر شما.